سرخط خبرها. تنفس در هوای تازه بعد از دو ماه خانه نشینی در اسپانیا. در آمریکا یک دارو برای کمک به مبتلایان کرونا مجوز گرفت. کاهش موارد ابتلا به کرونا در آمارهای رسمی ایران. وزارت بهداشت اما میگوید وقوع موج دوم و سوم قطعی است. ادامه رونق بورس تهران همزمان با رکود اقتصادی، دلیل رشد انفجاری شاخص چیست؟ و ادامه تحقیقات درباره تأثیر کرونا بر کودکان و احتمال سرایت بیماری به بزرگسالان. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. اداره غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده از یک دارو را برای کمک به درمان بیماران مبتلا به کووید 19 صادر کرده. تحقیقات نشان داده که این دارو در کوتاه کردن طول درمان بیماران مؤثر بوده است. این دارو در اصل برای درمان ابولا ساخته شده. در بریتانیا هم واکسن جدیدی برای مقابله با ویروس کرونا روی انسان آزمایش شده است. در همین حال در بسیاری از نقاط دنیا محدودیت‌های رفت آمد کمتر شده و تعداد بیشتری از کسب و کارها بازگشایی شدند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. کسانی که قطعاً مبتلا به ویروس کرونا هستند در دنیا به بیش از 30 میلیون نفر رسیده. بیش از 200 هزار نفر جانشان را از دست دادند. در این شرایط است که دانشمندان برای پیدا کردن دارو یا واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا مسابقه ای را آغاز کردند و به نظر می‌رسد دارند به مقصد نزدیک می‌شوند. این پلاسمای خون کسی است که از بیماری کووید 19 جان سالم به در برده. دانشمندان حالا سرگرم تحقیقات بیشتر هستند تا ببینند آیا تزریق این پلاسما به بیماران تا چه حد می تواند به علاج بیماران کرونا کمک کند. وحید نظر خودش در لندن دکتر بیمارستان است و قبلا بیمار کرونا بوده. او میگوید افتخار میکند جزئی از تلاشی است برای یافتن علاجی برای این بیماری که جان میلیاردها نفر در جهان را به خطر انداخته است. در شهر دانشگاهی آکسفورد، انستیتوی حالا امتحان واکسنی را بر روی چند صد نفر شروع کرده تا معلوم شود که آیا این واکسن همانطور که بر روی میمون موفق بوده در مورد انسان هم جوابگو خواهد بود یا نه. این موفق‌ترین تلاش در دنیا تا کنون برای پیدا کردن واکسن کرونا است و اگر آزمایش مثبت باشد تولید انبوه آن شاید از اواخر تابستان شروع شود. در تلاش دولت برای کم کردن دامنه شیوع کرونا تمرکز بر روی هرچه گسترده تر کردن تعداد تست کرونا. دولت میگوید میخواهد دست کم هفته ای 100 هزار نفر را تست کند. آزمایشی که میتواند مبتلایان را از غیر مبتلایان جدا کند و راه را برای برگشت به زندگی عادی در کشور هموار. در آمریکا در کاخ سفید خبر از دارویی است که میتواند مدت مریضی بیماران کرونا را چند روزی کم کند. داروی ضد ویروس ابولا به نام رمدسیویر که حالا مجوز استفاده از آن در شرایط اضطراری صادر شده. رئیس جمهوری آمریکا در کنار مسئول شرکتی که تولید کننده این دارو است گفت آزمایش این دارو بر روی بیماران تا کنون امیدوار کننده بوده است. در مراکز بعضی از ایالت‌ها تظاهرات طرفداران رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از برداشتن محدودیت‌ها ادامه داشت و در بعضی دیگر از ایالت‌ها این محدودیت‌ها کاهش پیدا کرد. مثل اینجا در تگزاس که حالا استفاده از ساحل دریا آزاد است. در اروپا در اتریش حالا مغازه ها کارشان را از سر گرفتند. اولین کشوری که محدودیت های کسب و کار را البته با رعایت بعضی از قواعد برداشته است. در اسپانیا که شاهد یکی از شدیدترین موارد شیوع ویروس کرونا بوده از امروز بیرون آمدن برای بزرگسالان برای ورزش دویدن و راه رفتن آزاد شده. در میان نگرانی ها از احتمال تشدید دوباره شیوع کرونا. در ممبای هند همان بمبئی سابق هوای پاک شهر امسال پلیکان های زیادی را به دریاچه شهر کشانده. پرندگان مهاجری که اغلب به این دریاچه می آیند اما نه به این تعداد.
از پیامدهای پاکیزگی هوا در دوران کرونا در هند. کسرا نجی، بی بی سی. و در ایران معاون وزیر بهداشت میگوید هیچ تردیدی نیست که موج دوم شیوع کرونا پاییز امسال رخ دهد. محمد رضا شانه‌ساز گفته مهمترین توصیه برای کنترل این ویروس رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی است. این در حالی است که در پی تصمیم دولت برای رفع محدودیت ها و بازگشایی کسب و کارها بسیاری ناگزیر به حضور در محل کار و اماکن عمومی هستند. بعضی از کارشناسان میگویند این تصمیم ممکن است باعث شیوع مجدد کرونا شود. وزارت بهداشت در این حال میگوید در مدیریت این بحران موفق بوده. بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی در شبانه روز گذشته 65 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باخته و بیش از 800 مورد ابتلای جدید هم شناسایی شده. بارن عباسی همکارم اینجا در استودیو برای توضیحات بیشتر با ماست. بارن، صحبت‌های معاون وزارت بهداشت در حالی است که خودش هم توصیه‌هایی رو کرده که خود دولت داره این توصیه‌ها رو نقض می‌کنه. دقیقا، محمد رضا شانه‌ساز صحبت کرده، معاون وزیر بهداشت، گفته که قطعا یک موج جدیدی از کرونا رو در پاییز امسال خواهیم داشت و اینکه اصلا در مورد وقوع این موج جدید هیچ شکی وجود نداره. گفته که ما درباره ادامه بهار نگرانی نداریم که کرونا دوباره اوج بگیره، اما خود مقام‌هایی هستن داخل ایران بعد از دو سه هفته بعد از اینکه حالا کسب و کارها باز شده و محدودیت‌ها کم شده دارن میگن که کرونا دوباره بالا گرفته. مثلا احمد هاشمی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، گفته که آمار مبتلایان به کرونا در چند روز اخیر در این استان افزایش چشمگیری داشته. در اردبیل اکبر بهنامجو، استاندار، گفته که وضعیت این استان از سفید به وضعیت زرد و در برخی نقاط به وضعیت قرمز رسیده. ایرج حریشی، معاون وزیر بهداشت، هم گفته که حدود 72 تا شهرستان هستن که موارد ابتلای بیشتری دارن و در وضعیت قرمز هستن، ولی نگفته که این موارد ابتلای بیشتر باید چند نفر رو حساب میکنن به عنوان اینکه حالا یک شهرستانی در وضعیت قرمز قرار گرفته. اما این هشداری که معاون وزیر بهداشت داده بود و خود وزیر بهداشت هم دو سه روز پیش اعلام کرد، گفتش که در زمستان و پاییز امسال شاهد حجمه نسبتاً سنگین همزمان کرونا و آنفولانزا خواهیم بود و از مردم خواسته بودش که فاصله اجتماعی رو رعایت کنند. با وجود اینکه از عملکرد خودشون دارن دفاع میکنند، چنین هشدارهایی هم داده میشه باران؟ دقیقاً، اینکه سیاستی که الان دولت داره در پیش گرفته یه مقداری مغایرت داره با کشورهای دیگه‌ای که اونها هم نگران موج دوم بیماری هستن. آقای نمکی، وزیر بهداشت، گفته که از مردمی که فاصله اجتماعی رو رعایت نمی‌کنن گله دارن، ولی در عین حال خب کسب و کارها باز شدن و مردم مجبورن برن بیرون. کشورهای دیگه‌ای که نگرانی رو دارن، مثل همجا در بریتانیا، خیلی دارن با احتیاط عمل می‌کنن. اینجا هنوز اعلام نشده که کی قرار محدودیت‌ها رفع بشه و تو گزارش کسرا هم دیدیم جاهایی هم که اعلام کردن خیلی به تدریج دارن این کارو انجام میدن. الان آخرین وضعیتی که ما در ایران هم داریم، هنوز داره آمار بالا میره، هرچند که دو رقمی هست آمار جان باختگان در 24 ساعت گذشته، همونطور که گفتی 65 نفر وزارت بهداشت میگه که جان خودشون رو از دست دادن، ولی در مورد همین آمار هم خیلی شک و تردید وجود داره. بسیاری از منابع رسمی هم حتی گفتن که آماری که در ایران آمار رسمی هستش خیلی پایین‌تر از آمار واقعیه. وزارت بهداشت میگه این به خاطر اینه که ما آزمایش کم انجام دادیم. اونطور که خودشون امروز گفتن نزدیک به 500,000 آزمایش انجام شده، در حالی که در کشورهایی که موفق بودن در این زمینه مثل آلمان، مثل کره جنوبی، خب خیلی شماره آزمایش‌ها بیشتر بوده و در این مورد ایران خیلی پایین. متشکرم از تو بارون عباسی. در افغانستان وزارت بهداشت صحت عام اعلام کرده با شناسایی 179 مورد جدید ابتلا به کرونا، شمار مبتلایان به 2496 نفر رسیده. در 24 ساعت گذشته 4 نفر از مبتلایان جان باختند که شمار کل جان باختگان را به 72 نفر میرساند. با بهبودی 21 بیمار دیگر، شمار کل بهبودی یافتگان به 331 نفر رسیده. همچنین در شبانه روز گذشته 591 نمونه مشکوک به آزمایشگاه ارسال شده. بیشترین موارد ابتلا به ترتیب در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ ثبت شده است. وزارت بهداشت تاجیکستان هم اعلام کرده تعداد موارد ابتلای شناخته شده به ویروس کرونا به 32 نفر رسیده. از این تعداد 17 مورد در شهر دوشنبه، 5 مورد در نواحی اطراف پایتخت و 10 مورد دیگر در ولایت سغد واقع در شمال این کشور هستند. مقامات تاجیکستان میگویند در مرکز درمانی و بیمارستان‌های این کشور بیش از 2000 نفر به گمان ابتلا به کرونا در قرنطینه هستند. وزارت بهداشت تاجیکستان علت مرگ مشکوک 10 نفر را در ماه‌های اخیر التهاب ریه عنوان کرده.
در افغانستان پخش ویدیوهایی از تعدادی کارگر افغان خبرساز شده است. این کارگران گفتند نیروهای مرزی ایران آنها را شکنجه کرده و به هریرود پرتاب کردند. نجات یافتگان میگویند دست کم 20 نفر از همراهانشان ناپدید شدند. این کارگران قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. در همین حال تعدادی از افغانهایی که اجازه اقامت در ایران را دارند و اغلب خانواده هایشان هم در ایران ساکن هستند میگویند پس از شیوع کرونا به آنها اجازه سفر به ایران داده نمی شود. دولت افغانستان گفته این موضوع را بررسی می‌کند اما مقام‌های ایران هنوز واکنش به این اخبار نشان ندادند. نسرین نوا گزارش می‌دهد. کارگرانی که قاچاقی از مسیر ولسوالی گلران هرات به ایران می‌رفتند، گیر مرزبانان ایران افتادند. ادعا می‌کنند که مرزبان‌ها پس از 1.5 روز کار اجباری و شکنجه، بیش از 50 نفر را به آب دریای هریرود انداختند. از این میان تنها بیش از 20 نفری که شنابلد بودند نجات یافتند. از 20 نفرشان هنوز خبری نیست. کتک زد، اینقدر زد که در دلش میخواست. که بسته ما مردم در آورد، ما مردم لخ کرد. که هر کاری که دلش بخواهم کار میکردم. صبحشم باید که لباسه رو پوشیدیم. بری ما مردم کارم کرد. علاقه خودم بری ما مردم چین، سنگ منگم این بر اون بر کرد. 25 نفر بود، 23 نفر مرد و او برد. بقیش خود علا یا باز یا خود بدبختی هم جوری کشیدیم. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نجات یافتگانی را نشان می‌دهد که میگویند شکنجه شدند. از دشنام تا لت و کوب و سرانجام پرت کردن به رودخانه. 15 نفر از ما کشته شد، 6 تا میگویند تعدادی نوجوان هم در این میان هستند. سفرهای غیرقانونی کارگران افغان و بدرفتاری پلیس ایران با آنها بی سابقه نبوده. حتی تیراندازی. اما این شیوه تازه بود. افغانهایی که اجازه قانونی زندگی در ایران دارند هم حالا این طرف مرز دادشان به آسمان رسیده. اینجا مرز دوقارون هرات، مردم از 5 صبح تجمع کردن. صدای مهاجر افغان که اجازه بازگشت به ایران ندارد. پس از شیوع ویروس کرونا، ایران ورود اتباع افغانستان را ممنوع کرد. 2 روز قبل اما خبر باز شدن مرز ایران هزاران مهاجر را به اینجا کشاند. در حالی که پس از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران ده ها هزار مهاجر افغان به کشورشان پناه بردند. شماری اما هنوز خواهان بازگشت به ایران هستند. کسانی که کارت اقامت دارند و دور از خانواده ماندند. فامیلای ما مادرم مثال مریض بوده، فوت کرده. من واسه از اومدم از ایران. خب موقعی که من اومدم کرولای وجود نداشته که حالا بگم من از دست کرولای جسته باشم. اگر من به دست کرولا به جسته بیامدی زنم چه خورم میارم. آمدم به اینجا من 4 برد میشه که بیامدم. این روزها صف در مقابل قنسولگری ایران در هرات هم طولانی است. نگران خانواده هستند و شاکی از بی‌توجهی مسئولین. چندین جاها رفتیم تجمع کردیم ولی کسی صدای ما رو نشنیده. ما فک و فامیل داریم، شب که به اونا زنگ میزنیم اونا اون بنده خدا باز به ما میگن مشکلات خور. ما اینجا واسواسه به دل ما افتاده که کلن ما نگران هستیم به اونور که ما اونا بی سرپرست موندم. ایران روز چهارشنبه برای 7 ساعت مرز را به روی افغانستان باز کرد. حدود 300 نفر به شمول دانشجویان و تاجران از فرصت استفاده کردند. اما این فرصت کوتاه بود. فقط 1 روز. دارندگان ویزای اقامتی، سیاحتی و محصلی فی الحال نمیتوانند از مرز افغانستان عبور کنند به قصد جمهوری اسلامی ایران. در این زمینه با جانب ایرانی از مجاری محلی و مرکزی در تماس هستند تا اینکه انشاءالله این مشکل حل شود. اگرچه در 2 ماه گذشته ترس از کرونا بیش از 130 هزار مهاجر افغان را از ایران وادار به بازگشت کرده، اما به نظر می رسد برای شماری ترس گرسنگی بیشتر از ترس آلودگی به کرونا است. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. بعد از هفته‌ها خانه نشینی، بزرگسالان در اسپانیا اجازه دارند برای ورزش بیرون بروند. در همین حال در آمریکا مجوز استفاده از داروی رمدسیویر برای کمک به مبتلایان کرونا صادر شد. همزمان با کاهش رشد موارد ابتلا به کرونا در آمارهای رسمی ایران، وزارت بهداشت هشدار داده وقوع موج دوم و سوم قطعی است.
در ادامه برنامه ادامه تحقیقات درباره تأثیر کرونا بر کودکان و احتمال سرایت بیماری به بزرگسالان. شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران از 900 هزار واحد عبور کرده. این شاخص در هفته های اخیر روند صعودی چشمگیری داشته. کارشناسان یکی از دلایل این رشد را سقوط ارزش ریال و افزایش ارزش داخلی درآمدهای دلاری شرکت‌های چون پتروشیمی‌ها می‌دانند، اما این شاخص در هفته‌های اخیر هم با بیش از 70% رشد جهشی کم سابقه داشته. این در حالی است که بورس‌های مهم جهان تحت تأثیر بحران کرونا سقوط کردند. فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی از پاریس با ما هستند تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. تمامی نشانه هایی که ما داریم در اقتصاد ایران بدتر شدن وضعیت اقتصاد رو نشون میدن و اون وقت شاخص رشد سهام رو به این شکل میبینیم. چرا آقای خاوند؟ این یک معادله یه چند مجهولیه. همونطور که گفتین، معمولا مراکز تخصصی که در امر درجه خطرپذیری بازارهای سهام تخصص دارند بر سه عامل تکیه میکنند. اول داده های بنیادی یک اقتصاد مثل نرخ رشد، تورم، نرخ بهره، بازرگانی خارجی یا کسری بودجه، وضعیت سیاسی درونی اون کشور و همینطور عامل سوم وضعیت ژئوپلیتیک یک کشور. در هر سه این موارد ایران از ضعف‌های بسیار بزرگ رنج می‌کشه و با این همه در فاصله اول فروردین تا به امروز بیش از 73-74% شاخص سهام کل افزایش پیدا کرده و در اگر ما فاصله یک سال گذشته رو بگیریم شاخص کل سهام ایران بیش از 4 برابر شده، چیزی که یک چیز واقعا استثنایی است در تاریخ بورس‌های جهان، شاید بعد از وقایع بزرگی مثل جنگ جهانی دوم در خیلی از جاهای اتفاق افتاده. عامل عمده این وضعیت که باعث نگرانی بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی ایران شده، خب مسائل زیادی رو مطرح می‌کنند، از جمله این که همون نکته رو که شما بهش اشاره کردین، ارزش دلار و ریال. مسئله دیگه این هست که در واقع مهمترین مسئله‌ای که روش انگوش میشه نیاز دولت به تامین کسری بودجه. دولت باید کارخانه ها و اموال دولتی رو بفروشه تا بتواند این کسری عظیم بودجه رو جبران بکنه و گفته میشه که یکی از عواملی رو که دولت روش تکیه میکنه اینه که میدان داده به بازار بورس و با استفاده از اهرم‌های گوناگونی که در دست داره سعی میکنه پسندکنندگان خرد رو به ویژه به طرف این بازار جذب بکنه، چیزی که امکان داره حباب خطرناکی رو به وجود بیاره و بخش بزرگی از پسندازکنندگان رو همونطور که سابقا در عرصه‌های گوناگون اتفاق افتاد خانه خراب بکنه. به همین موضوع اتفاقا میخواستم اشاره کنم، کسانی که دارن سرمایه گذاری میکنن باید با چه ضمانتی دارن این کار رو میکنن و چه تضمینی هست که اینها کاملا پولشون رو از دست ندند؟ ببینید، دولت به خصوص شخص آقای روحانی وزیر امور اقتصادی دارایی مدام به مردم اطمینان میدن که بیان به بازار بورس، هیچ خطری اونها رو تهدید نمیکنه. ولی اگر این شاخص سقوط بکنه دولت از چه راهی میتونه اونها رو، این ضرر اونها رو جبران بکنه؟ در شرایط فعلی حتی چیزی که بسیار عجیب به نظر میرسه اینه که مثلا بعد از سقوط قیمت نفت شرکت‌های پتروشیمی هم در بازارهای جهانی بخش بزرگی از مواضعشون رو از دست دادن، در واقع اینها با مشکل روبرو شدن. ولی این همین شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی‌ها و غیره در حال حاضر موتور محرکه بورس در ایران به شمار میرن. مسئله بر سر اینه که این جهش تا اندازه زیادی مصنوعی به نظر میرسه و به همین دلیله همونطور که حضورتون عرض کردم اینها رو باید مردم مواظب باشن. و از طرف دیگه نکته بسیار مهم دیگه اینه که این رو گامی در راه خصوصی سازی ایران به حساب میارن، در حالی که این سهام ها رو میفروشن بدون اینکه نقش تصدیگری دولت مورد پرسش قرار بگیره. کماکان دولت هست که این شرکت ها رو زیر نظارت خودش داره و زیر حاکمیت خودش. متشکرم از شما فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس با ما.
تصاویری از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای نخستین بار پس از 20 روز منتشر شده. در این مدت شایعه بیماری سخت یا مرگ او در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده یافته بود. این شایعات از 17 روز پیش آغاز شد که آقای کیم برخلاف همیشه در مهمترین مراسم رسمی سالیانه کشورش یعنی جشن زادروز پدر بزرگش کیم ایل سونگ شرکت نداشت. مهرداد فرهمند نگاهی دارد به اینکه کیم جونگ اون این مدت کجا بوده و چگونه شایعه مرگش بر سر زبان ها افتاد. کیم جونگ اون دیروز در حال افتتاح کارخانه کود شیمیایی، آن دختر خانمی که قیچی دستش داد خواهرش یوست، همانی که میگفتند قرار است جانشینش شود و یگان زن دیکتاتور جهان و این حرفا. خبرگزاری رسمی کره شمالی این نماها را از کیم جونگ اون شاد و خرم و تندرست پخش کرده تا بگوید همه تان سر کار بودید. گرچه تنها منبع این نماها دستگاه تبلیغاتی دولتی بسته و مخوف است، اما شایعه بیماری و مرگ اون هم یک منبع بیشتر نداشت. آن هم سایت تبلیغاتی مخالفان گریخته از کره شمالی به آمریکا بود. دست کم در این نماها انبوهی جمعیت هست و قرائن دیگری که نسبت به ادعای مخالفان کیم جونگ اون باورپذیرترشان می‌کنند. البته وقتی مقامی رسمی به شایعه‌ای دامن می‌زند، شایعه باورپذیرتر می‌شود. این مقام رسمی کسی نبود جز مایک پومپئو، وزیر خارجه همین آقای ترامپ، که گفت کیم چند وقت پیداش نیست. اما نظر دونالد ترامپ چیست؟ بهتر چیزی نگم، به وقتش میگم. اما اون در این مدت کجا بود؟ احتمالاً در استراحتگاهش در وونسان، چون دستگاه اطلاعاتی کره جنوبی رفت و آمدهایی را آنجا رصد کرده. همین دستگاه اطلاعاتی کره جنوبی که با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها چتر اطلاعاتیش بیش از همه روی همسایه شمالیش گسترده است، در این مدت شایعه بیماری و مرگ اون را تکذیب کرده بود. چینی ها هم همینطور. این در حالی بود که سایت مخالفان کیم جونگ اون در آمریکا خبر از این میداد که اون وضع قلبش به هم ریخته. اخیراً آنچنان حالش بد شده که جراح‌های کشورش جرأت نکردند عملش کنند. وقتی هم تیم پزشکی از چین رسیده دیگر دیر شده بوده. این نخستین بار نبود که کیم جونگ اون مدتی پیدایش نبود. همین وسط زمستان گذشته هم 20 روزی نبود. 5-6 سال پیش هم 40 روز نبود. آن وقت هم میگفتن مرده. درباره پدر و پدر بزرگش هم بارها و بارها شایعه مرگ و کشته شدن در کودتای ارتش مطرح شده و هر بار دروغ از آب در آمده بود. دور باطل رواج و تکذیب شایعات از کره شمالی به گمان دیگری دامن زده. آیا خود کره شمالی نیست که دنیایی را به این شکل سر کار می‌گذارد؟ مرتضی فرهمند، بی بی سی. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان در حدود 2 ماه گذشته حدود 3000 حمله انجام داده. در این حمله ها به گفته دولت افغانستان 400 غیر نظامی کشته و 600 نفر هم زخمی شدند. طالبان هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده. با توافق 2 ماه پیش آمریکا و طالبان تبادل زندانی میان دولت و این گروه آغاز شده. فعالان حقوق بشر و نزدیکان زینب جلالیان زندانی سیاسی در ایران از وضعیت او ابراز نگرانی کردند. پدر خانم جلالیان به شبکه حقوق بشر کردستان گفته او را از زندان به محل حبسش منتقل کردند. خانم جلالیان در حال حاضر ظاهراً به زندان قرچک منتقل شده. زینب جلالیان در سال 1386 به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به اعدام محکوم شده بود، اما بعد حکمش به حبس ابد تغییر یافت. دادگاهی در آمریکا شکایت تیم ملی فوتبال زنان را درباره مساوی نبودن حقوقشان با تیم ملی مردان رد کرد. این شکایت را پارسال 28 بازیکن تیم ملی زنان علیه فدراسیون فوتبال آمریکا مطرح کردند. آنها به دنبال 66 میلیارد دلار غرامت بودند. سخنگوی تیم ملی زنان آمریکا میگوید این حکم آنها را غافلگیر و دلسرد کرده، اما به تلاش برای دست یافتن به حقوق مساوی با مردان ادامه می‌دهد.
قربانیان ویروس کرونا تا امروز بیشتر افراد سال خورده بودند. به نظر میرسد کودکان کمتر به این ویروس مبتلا میشوند و اگر هم بشوند علائم خفیفی از بیماری بروز میدهند. با وجود این آیا کودکان میتوانند ویروس را به دیگران انتقال بدهند؟ این پرسشی است که دانشمندان در تلاشند پاسخی برای آن پیدا کنند. دیوید شوکمن از بخش علمی بی بی سی گزارش میدهد. معمای نقش کودکان در گسترش کرونا. تعداد کمی از آنها به این ویروس مبتلا شده اند و تعداد کمتری جان باختند و اغلبشان بدون هیچ نشانه ای از بیماری. اما کودکان تا چه اندازه در انتقال ویروس به دیگران نقش دارند؟ دانشگاه آکسفورد روی 3500 کودک تحقیق کرده. میدونیم بچه ها کمتر به خاطر این ویروس بستری یا حتی مریض شدن و این خیلی خوبه. اما مهمه که بفهمیم چند تاشون ناقل این ویروس بودن، چون ممکنه تبدیل به عامل انتشار ویروس در جامعه بشن. تا حالا تحقیقات کمی در این باره انجام شده. در چین بعد از بررسی 2000 کودک مبتلا مشخص شد که 51% آنها علائم خفیفی از بیماری داشتند. علائم بیماری در 39% کودکان معتدل بوده و 4%شان هیچ نشانه ای از بیماری نداشتند. متفاوتی روی 848 کودک زیر 10 سال در ایسلند مشخص شد که هیچ کدام به ویروس کرونا مبتلا نشدند. اما معنی نتیجه های گیج کننده این تحقیقات برای مدرسه ها چیست؟ در دانمارک مدرسه ها باز شده، اما دانش آموزان در کلاس ها با فاصله می نشینند. بیرون کلاس اما دور هم جمع می شوند. خطر ویروس برای آنها کم است، اما نه برای معلم هایشان. درباره بازگشایی مدرسه ها، هرچند که نمی دونیم این ویروس با چه سرعتی ممکنه بین بچه ها پخش بشه، اما به خوبی می دونیم افراد بالغی که با این بچه ها کار می کنن مثل معلم ها و کادر اداری مدرسه در برابر شکل حاد بیماری کووید 19 خیلی آسیب پذیرتر هستند. تصمیم درباره اینکه مدرسه‌ها چطور باید کارشون رو از سر بگیرن ساده نیست. ممکنه قرار بشه که تعداد دانش آموزای هر کلاس محدود بشه و مدرسه‌ها رو شیفتی کنن. اما مسئله اصلی یعنی نقش بچه‌ها در انتقال ویروس همچنان باقی میمونه، به خصوص اگر بچه‌ها هیچ علائمی از ابتلا به ویروس از خودشون بروز ندن. ما از رهبران سیاسیمون به دفعات شنیدیم که تصمیماتشون رو بر اساس شواهد موجود اتخاذ میکنن. چیزی که باید بدونیم اینه که هرچند این شواهد ممکنه صحت داشته باشن، اما محدود هستند. با این وجود سوئیس گفته در آغوش گرفتن کودکان زیر 10 سال برای پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها خطری ندارد. دانشمندان با این تصمیم مخالفند و هشدار دادند که درباره این ویروس هنوز خیلی چیزها را نمیدانیم. دیوید شوکمن، بی بی سی نیوز. ما با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما.